درود بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید بچه‌ها. امروز اومدیم به ترک جدید امین تیجه ریاکشن بریم به اسم به نام خدایی که امین تیجه میدونی هم مثل به نام خدا رنگی کم یادم افتادم. آفرین. امین تیجه کسی بود که ترک مهرغم رو داد. آره آره. همون برای مهر شد و خیلی خیلی زیادن تعداد کسایی که این تروریست های جمهوری اسلامی زدنشون. آره. آره. مثلا زیرو تونی وان کیدم برای حمید رضا خیلی خیلی این تکونو خورد، چون مثلا اگه تا قبلش یه دوتا پستی راجبه فلان بسته ای که از فلان برند دریافت کرده بودم لابلای استوری حمایتیش استوری میذاشت، الان دیگه بعد حمید رضا فقط داره مختص این مسئله کار میکنه، چون توی ویدیو حمید رضا دیده بود که آهنگای زیرو تونی وان کیدو میخونه و میدونست که قشنگ طرفدارشه. آره. و آهنگ جدیدش هم قراره قشنگ پاره کنه دیگه. آره. و اینجوریه که هر خواننده ای داره مخاطب خودش رو که دیگه نیست میبینه و نمیتونه ساکت بمونه و ببین که داشته. آره. باشیم. ولی قبل اینکه شروع کنیم بچه‌ها، یادتون نره که لایکو بکوبید. اهمیتش قبلا خیلی توضیح دادم که چقدر الان توی یوتیوب مهمه، و برای هر یوتیوبری که دوستش دارین دوستش همچنان ازش ویدیو ببینید، بدونین که الان یوتیوب خیلی به لایک اهمیت میده، پس حتما یتون یک ویدیوشون رو لایک کنید. ببین که داشته باشید. بریم. ببینم روزیو که حالمون عالی. آخه خوندم مستقیم یه دفعه شروع. آره. شد یه بار دیگه. ببینم روزیو که حالمون عالی. آخه خون دادیم برای آسمون آبی. من و تو نه ولی شاید ما بتونه باری. ببینم اون روزو ولی جای اون خالی. بده کارن به همون یه محسای نیکای یلدا سارینا همسال اینا. این دستای قاتل، این مغزای بیمار، این سرمای هوا، این قلبای سیاه. نمیذارن ببینی تو تا تاریک جلو تو. نمیذارن چون میکنن دارایی تو رو تو. برای جوونامون کسی دلش نمیسوزه، پس خودمون میسوزونیمش با آتیش مولوتوف. قدمه چی دروغ اینجا نمیکنه اصلا سوال دیگه هیچ کس. کسی فیش با چیزی پاک نمیشه، آخه با هیچی نمیشه زغال تیرگیش رفت. واقعا قشنگه. من همیشه من اولین جایی که شنیدم از امین تیجه توی اون فری استایلا بود که اول کار رفتیم، بعدش مهرغم و الان این. من واقعا لیریکش دوست دارم، میدونی؟ چیزایی که میگه رو خیلی تاثیرگذار و قشنگه. من واقعا دوست دارم، خوشم میاد. من اصلا الان نمیتونم اسم ببرم چون اصلا حضور ذهن این اسم رو ندارم، ولی سبکی هست فکر کنم ازش آهنگای انگلیسی شنیدم تو فارسی. ولی این سبک یه حالتیه انگار روی یه بیت داره طرف صحبت میکنه بیشتر که بخواد بخونه یه جورایی، ولی قافیه هست، همه چی هست، ولی با انرژی و با بیت. آره. بیت که نمیخونه، یه جوری انگار داره صحبت داره. آره، یه جوری انگار داره صحبت میکنه ولی همچنان داره میخونه و قافیه داره و همه این چیزا. میگم اون نه سبکش رو یادمه نه گروهش رو یادمه اسمش رو، ولی این همون جوریه. و اگه کسی میدونه اسم یا سبکش رو یا بندی که اینجوریه توی کامنت ها بگه، ولی تنها چیزی که میتونم فقط توضیحش بود چون اسمش رو نمیدونم. اینی که کیمیا میگه من فارسیش هم شنیدم ولی منم یادم نمیاد کجا، ولی یه ترک کامل نبوده، مثلا یه بخشی از ترک بوده. اینجا نمی کنه اصلا سوال دیگه هیچ کس. کسی فیش با چیزی پاک نمیشه، آخه با هیچی نمیشه زغال تیرگیش رفت. مثل یه شیر رو زمین تنهاست، میکنن چند تا شغال تیکه تیکش. پس به یادش تو خیابونم جد اشکان افتادم. همون بدنسازی که یه تنه داشت با اونو میکنن چند تا شغال تیکه تیکش. پس به یادش تو خیابونم. پاهام هم قلم کنن باها شعار مینویسم. تو دستا سنگه ولی پرت میشه حواس. ما زندگی نکردیم از چیه هراس. یه آهنم ترسیم چه قشنگ گفت اینجا. چه قشنگ گفت اینجا نگاه. خیابونم پاهام هم قلم کنن باها شعار مینویسم. تو دستا سنگه ولی پرت میشه حواس. ما زندگی نکردیم از چیه هراس. یه آهنم ترسی نیست از تیر خلاص. پس میگیریمش یا پس میده تقاس. ببینه همه چی اون بازم ترسک. و چه تقاسی اصلا نمیتونیم تصور کنیم. چه تقاسی اصلا تو دنیا همچین تقاسی نبوده، واسه همین نمیذاریم به اونجا برسه اصلا. پس میگیریمش یا پس میده تقاس. ببینه همه چی اون بازم ترسک. پرنده ها ولی باید با هم نترسن. برای پسری که راحت دقیقا. از دست رفت چرا تو نشودی یکی از ما 90%. دنیایی که شد رو سرم خرام دلیل مرگ مغزی من بوده. چه باحال گفت اینجا یه بار دیگه گوش کنم. پسری که راحت از دست رفت چرا تو نشودی یکی از ما 90%. دنیایی که شد رو سرم خرام دلیل مرگ مغزی من.
دلم جوده بخته و پره تا گلو ملام اگه تو قلب تپیده نمون به نام خدایی که ندید ما رو هیچ وقت ما رو نشم. چه یه دفعه عوض شد، یه بیت سویچش یه جوری بود، بیت سویچ و خودت حالت وکالش هم عوض شد کلن گایی ترکی دیگه کلن. به نام خدایی که ندید ما رو هیچ وقت. البته بیت هنوز همونه، یه دفعه انگار موج یه حس کار یه دفعه انگار عوض میشه ولی بیت همونه، نگاه بیت همونه همونه ولی یه دفعه به نام خدایی که ندید ما رو هیچ وقت ما رو ندید و خوردیم از این مار نیش بس تو کویر ما رو ریختن اسید پای ریشش الانو دوست نداریم و قدیما رو بیشتر نمیذارن بخوابیم چون با لالایی رژه میدن میکشن تو این باطلاقا کشش نمیدن هنگ تولید و آثارای زده میهن ولی نمیکنه آزادانه زندگی سن زده بارون ولی یادم ندادید چی ما از شوهرم بعد اجازه میگرفتم تا میمادم قطر سفر قطر کنم جز این که نیستش چی چنگین کمونی تصمیمو گرفتیم پاشم پس وای میسیم حتی اگه بشه سنگی تموم ما که با دل پریم و دستای خالی بحثای مالی تو هر خانواری و اعصاب قاطی بعد موقع جنگ بقیه میکنیم همسایه داری ولی تو کشور خودمون انگار قلاده داریم با چه جورتی باید بدم ادامه هنرمند وقتی تو اخبارا خبره از ادامه هنرمند وقتی مجرمم بی جرم توی تهران خودم وقتی تنها داراییم چرام و صدای گو همه دیگه چیکار کنن میخوای اصلا خفشم یا بیام خونه منم بریزی رو کف شهر یا مثل اونی که میبینه چی به نفش یا مثل اونایی که افتادن از چشم مثل عشق قصه تشین نمیمونه میدونی منظورش چی بود کلن که میگه که این حداقل کاری هر کسی حالا مثال هنرمند خودش رو زد دیگه ولی هر کسی این حداقل هر کاری که میکنه حداقل کاریه که میتونه بکنه چرا نکنه چرا قیاس میشه با اون کسی که داره جانفشانی میکنه واقعا اسمش میشه همینو گذاشت دیگه اون اصلا اون نمیشه هیچ کارش کرد نمیشه هیچ جوره اصلا اون یه جور الگوه یه جور هیچ جوره هیچ توضیحی اصلا نمیشه راجبش داد خود قهرمان آره. هیچ توضیحی نمیشه راجبش داد ای کاش همه آدم ها اینجوری باشن ولی ای کاش فایده نداره وقتی هر کسی میتونه یه کاری بکنه چرا باید انتخاب کنه بین یا قهرمان یا خونسا خب اگه نمیتونه قهرمان باشه حداقل شاید یه جایگاهی داشته باشه که بتونه یه کاری بکنه چرا اون کارو نکنه و اینی که من که صداش خیلی بیشتر از اکشنش میتونه تاثیر آره. داشته باشه با این حرفم خیلی مخالفم که نمیدونم این سه مردمو نمیدونم بچهای مردمو به کشتن میدیو از این صحبت ها البته ببین مثلا اینکه بها داره خب... هر مدل انتخاب بکنیم یه بهایی داره مثلا اینکه بها داره و این بها متاسفانه باید پرداخته آره. بشه متاسفانه الانم با خون شریفتری مردمی که میشناسن داره پرداخت میشه اما همه اینا ارزش دارن میدونی نمیدونم اینو چجوری میشه و اینا چیزی نیست که مثلا بشه خیلی راحت راجبشون صحبت کرد اما واقعا حقیقته هر خونی که ریخته میشه دلیل جنگیدن بقیه است اون کسی که داره میگه من هیچی نمیگم که خون بقیه ریخته نشه بدونید داره زر میزنه ببین دقیقاً یکی از چیزایی که میتونه کمک کنه که این خونا کمتر ریخته بشه حالا حداقل این بهایی که مجبوریم بپردازیم کمتر بشه اتحاده این اتحاده نباشه این بها خیلی بیشتره چون مردم الان مصممن تهشو میرسونن به چیزی که باید برسه ولی اگه پشت هم نباشیم این بها خیلی سنگین تره فقط همین اونایی که افتادن از چشم مثل عشق قصه تشین نمیمونه یه روز درخت هاش باز میده کاور چه باله به نام خدایی که سه تا نقطه سه تا گلوله است تو جای تیر توی شیشه مثلا به خاطر اینکه کیان توی ماشین بود که دقیقاً میده میوه این خونه گفت من و تو بچه ها برای من و تو ویدیو نفرستین و به هر کی که میشناسین بگید که برای من و تو ویدیو نفرسته من و تو منظورش یه من و تو بود ولی آه. من یاد من و تو افتادم و برای من و تو ویدیو نفرستین لطفاً اصلا هیچ کس با اینکه خیلی شدید انتقاد شد ازش که حتی اومد توی چند تا از برنامه هاش صحبت کرد راجع به این مسئله ولی هنوزم داره خر خودش رو میرونه
و چهره مردم رو تار نمیکنه و مسخره ترین بهانه ممکن رو داره. قهرمان سالاری، قهرمان سالار، داری میکشی مردم، داری این ویدیو ها رو. آره. حتی اگرم مردم نفرستین، حتی اگرم توی برنامه‌اش پخش نکنه، یه اسم میگه مستقیما میفرسته واسه شون. چون برای چی باید تصاویر رو تار نکنیم؟ برای چی باید تصاویر رو تار نکنیم؟ الان توی کشور خیلی همه چی پرفکتی هستیم که بخوایم قهرمان سالاریش کنیم. قهرمان هر کاری بکنیم یا نه، اینا ازمون خیلی جوانا رو میگیرن. خب دیگه چرا ما این مستقیما داریم خریت... معرفی میکنیم، یعنی آره مستقیما داریم چهره شناسی میکنیم. طرف ما که مردم توی خیابون دارن میرن دوربینا رو میندازن میشکنن دوربین چشای شیطانو، و ویدیویی که بنده خدای میگیره میکنه این رسانه صداش میشه دقیقا جای اون دوربین داره عمل میکنه. یعنی حالا که دوربینای خودشون شکسته شدن، دوربینای مردم رو دارن استفاده میکنن. نفرستین برای من تو، و برای هر کی میشناسین بگین که نفرسته برای من تو. کلا اگه جهت دار باشه 1500 تیوی، نمیدونم 1500 تصویر، یه تیوی، آره تصویر، آره تصویر برای اون بفرستین. آره چون اون حتی اثر انگشتارم بلور میکنه این در این حد، چون مهمه میدونی. دقیقاً. و اینجوریه که میفهمیم کدوم رسانه خوبه و کدوم دقیقاً. رسانه نیست. حتی اگه این کارم نکنه جهتدار ممکنه یه رسانه که خودی نباشه پخش کنه اینا رو. اگه براتون سوال میشه که خب چجوری صدامونو برسونیم، به کی بفرستیم، برای اینجور رسانه هنوز میتونین بفرستین، ولی برای اونا نه، برای اینا هست، انتخاب هست. پس ویدیو رو بگیرین ولی بفرستین برای رسانه درست. طبق معمول همیشه ما توی دیسکریپشن لینک مستقیم ویدیو رو میذاریم، حتما خودتون حمایت کنید و از کسایی که واسه مردم خوندن و ساکت نموندن و هنرمندیشون رو از هنرشون استفاده کردن، میدونین، از صدایی که دارن، از هر قدرتی که دارن استفاده کردن، حمایت کنیم و مهمتر از همه از همدیگه حمایت کنیم. بچه‌ها توی خیابون هوای همو داشته باشین، مراقب خودتون باشین حسابی. خیلی دوستتون دارم بچه‌ها، و تا ویدیو بعدی خدافظ. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.